نخست وزیر مالزی طی سخنانی بر لزوم جذب غیر مسلمانان به اسلام با رفتار مناسب تاکید کرد به گزارش شیه و نقل از مالای میل ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی امروز شنبه در مراسم 58 و نشست سالانه سازمان رفاه مسلمانان مالزی موسوم به پرکیم گفت مسلمانان باید با رفتار مناسب و درست غیر مسلمانان را به سوی اسلام و آموزه های آن جذب کنند وی تصریح کرد برای تبلیغ دین اقدامات و ویژگی های منفی مانند بی ملاحظه بودن توهین به سایر نژادها و ادیان باید کنار گذاشته شود ماهاتیر محمد همچنین بر ضرورت همزیستی مسالمت آمیز و کنار گذاشتن تکروی تاکید کرد وی در ادامه گفت سازمان رفاه مسلمانان مالزی باید وظیفه را که ترویج آموزه های اسلام میان همه جوامع مالزی و بهبود تصویر اسلام است به خوبی انجام دهد این سخنان در حالی منتشر شده است که شیعیان در مالزی با رفتارهای خشن روبرو بوده و نمیتوانند به راحتی به مناسک مذهبی خود عمل نمایند آنها نه تنها با رفتارهای تند سنی های تند رو روبرو هستند بلکه قوانین توسط نهادهای مذهبی حکومتی بر علیه آنان وضع شده که این شیعیان را به شدت تحت فشار قرار می دهد آماری رسمی از تعداد شیعیان مالزی در دست نیست اما منابع مختلف تعداد آنها را از 100 هزار تا 500 هزار نفر برآورد می کنند. شیعیان مالزی اما می گویند تعداد آنها بیش از این است ولی در پی تشدید فشارهای طی یک دهه گذشته مذهب خود را مخفی می کنند.